در خدمت شما هستیم. شما در یادداشتی که برای بنده از روی اینترنت فرستاده بودید گفتید که من امروز میخوام در مورد شکستن اولیگارشی فرهنگی صحبت بکنم. میتونم خواهش کنم قبل از همه این اولیگارشی رو برای اینکه همه متوجه بشیم باز کنید؟ بله، اولیگارشی فرهنگی در واقع همون فرمان روایی فرهنگی است. بله، همون فرمان روایی که از طریق ایل، قبیله، خانواده، مکتب، حکومت و جامعه و عرف جامعه به ما منتقل میشه، از طریق ادبیات به ما منتقل میشه. شما اگه توجه کنید، خب در خانواده های شرقی و ایرانی فرزند پیرو پدر و مادره، به ویژه پدر. در مکتب کسی که رفته اونجا در مکتب درس یاد بگیره پیرو استادشه در مکتب. کسی که میره در خانواده پیرو مراد و مرشدشه. یعنی منظورتون فرهنگ نسل به نسل، پیرو شخص اول حکومت. و مثلا یک مقلد پیرو مرجع تقلیده. و ما میبینیم که در تمامی سیستم های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامعی همچون ایران یک مرجعی وجود داره برای در واقع هدایت جامعه. این اما هدایت نیست، این در خیلی موارد فرمان روایی بر قسمت های پایینی اهرم اجتماعی است. این اولیگارشی فرهنگی یک امر بسیار کهن است در جوامع شرقی و در هر جای دیگری هم بوده، اما خب در اروپا این رو پس از ولتر و رنسانس فرهنگی که اونا کردن این سیستم رو در هم شکستن. اما در جوامع شرقی دین خو، مسلمان و نیمه واپس مانده و واپس مانده، این اولیگارشی، این فرمان فرمایی از بالا به پایین همچنان وجود داره و وجودش باعث تکثیرش میشه از نسلی به نسلی. ما رو در واقع مردگان نسل های قبلی بر ما حکومت میکنند، بر اندیشه ما، بر عواطف ما، بر بینش ما نسبت به جهان. یعنی در واقع ما تابع مردگان هستیم، مردگانی که اندیشه رو ایجاد کرده اند. حالا یا اندیشه بوده یا اندیشه آمیخته با استبداد بوده یا تنها استبداد و خرافه بوده. اینها رو به ما تحمیل کردن، به ما تحویل دادن، ما چیز دیگری در دسترس نداشتیم، اینا رو پذیرفتیم، به فرزندانمون دادیم، اونا به فرزندانشون دادن و این سلسله مراتب، این اولیگارشی کماکان ادامه داشته. و همینجاست که برخی از ما از خودمون می‌پرسیم آخه این جهانی همه تغییر کرده، چرا ما تغییر نمی کنیم؟ این جهانی همه متحول شده، چرا ما تحول پیدا نمی کنیم؟ و کمتر توجه داریم به این قضیه که ما بیان که خود دقیقا آگاه باشیم، در ضمیر ناخودآگاهمون پیرو اون سلسله مراتب فرهنگی و اون اولیگارشی و فرمان روایی فرهنگی سیاسی اجتماعی هستیم و اونی که ما رو هدایت کرده و هدایت میکنه. مادامی که ما سر نافرمانی بلند نکنیم در برابر آنچه که نادرست است و نقد و تحلیل نکنیم از آنچه که درست است و اینا رو تفکیک نکنیم، سبک سنگین نکنیم و پس از اون تصمیم درست نگیریم برای انتخاب امر درست و رد کردن امر غلط، همچنان در این اولیگارشی، در این چارچوب میمونیم و تلاش‌های سیاسی ما هم ثمر نمیده. ببینید، چرا؟ برای اینکه ما هرگاه که یک دیکتاتور رو برمیداریم یک دیکتاتور دیگری جاش میذاریم، یک حکومت رو برمیداریم یک حکومتی شبیه به اون سر جاش میذاریم، یک مرجع تقلید میمیره همه خوشحال میشیم اما مرجع تقلید بعدی هیچ بهتر از اون نیست. خمینی میرود همه خوشحال میشوند، البته اونایی که به دنبال تحول هستند، ولی خامنه ای میاد که از اون هم بدتر است.
پس ما باید اون اصل قضیه رو، ریشه قضیه رو بشناسیم و بتونیم اینو نقد دیالکتیکی، عقلی و علمی بکنیم تا بتونیم از چنگال این اولیگارشی فرنگی رها بشویم. حالا آقای جانم ببینید، من شما الان پرسش دارید. بله. من فقط یک جمله رو اشاره بکنم و اونی که این اولیگارشی فرنگی عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی ما رو در بر میگیره که من در ادامه برنامه در خدمت شما خواهم بود و سعی میکنم تا اونجایی که فرصت داریم اینا رو باز دقیقا همینه که خدمت رو عرض کنم من چگونه میاندیشن در این زمینه. متشکرم. ببین مانی عزیز، فهمیدم که اولیگارشی یعنی حکومت نسل به نسل فرهنگی یا هر مسئله دیگری در جامعه، درسته؟ بله همینطوره. در واقع یک نوع فرهنگ موروثی است که از طریق زبان، قبیله، خانواده، ایل، تبار، حکومت، عرف و دین نسل به نسل منتقل میشه و اتفاقا در بعضی جاها جناب اخوان بسیار پوشیده و نامرئی عمل میکنه. من اگر اجازه بدیم براتون دو تا مثال خیلی ساده بزنم. مثالتون رو بزنید. میگم این اولیگارشی فرهنگی مثل یک ویروسی است که پشت زبان فارسی، پشت زبانی که ما با هم دیگه سخن میگیم پنهان شده و خودش رو تازه نگه میداره و همینطوری جلو میاد، انگار که مثل یک سرطانی که به طور ژنتیکی و موروثی به نسل‌های بعد منتقل میشه. یعنی همون چیزایی که در دی ان ای هست در اون ذات و گوهر آدمی هست. مانی جان من خواهش میکنم شما مثال هاتون رو بزنید، بعد از اینکه مثالتون تموم شد من سوالی رو که دارم مطرح میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ببینید سهراب گرامی، ما در تعقل در عالم فلسفه و دینشناسی تئولوژی میدونیم که شیطان نخستین موجود در واقع دینی بوده که در برابر الله یا خدا قد علم کرده، پرسش در میان گذاشته، نپذیرفته و شروع به چالش کرده. یعنی عقل در برابر ایمان قرار گرفته. چرا و چگونه و پرسش در برابر امر و فرمان قرار گرفته و به همین خاطر که منشأ قدرت، مرکز قدرت که خدا یا الله هست، شیطان رو طرد میکنه، نفیش میکنه، نفرینش میکنه و به ما میگوید که شما باید با شیطان بستیزید. در ایران هم حتی جای هنوزم هست، در مکه هم هست که مردم میرن به سنگی، به جای سنگ پرتاب میکنن، میگن این سنگی که ما میزنیم به شیطان است. شیطان مظهر پرسشه، مظهر تغییره، تقاضای تغییر داره و میخواد قدرت مطلقه این اولیگارشی فرنگی رو زیر سوال ببره. خب اما در واقعیت چیز دیگری است، در واقعیتی که در بین ما جاری است. اگر فرزند شما یا فرزند من بیش از حد پرسش کنه، شلوغی کنه، میگیم که بچه شیطونی نکن. یعنی پرسش کاری است که شیطان میکنه و تو به عنوان پیرو الله یا خدا نباید چنین کاری بکنی، تو باید فقط پیرو باشی. این واژه شیطان شما در ضرب المثل های فارسی نگاه کنید، مثلا میگن بچه شیطون، شیطونی نکن و خیلی چیزای دیگه. این واژه خودش رو اومده جاسازی کرده تو زبان ما و همینطوری خودش رو منتقل میکنه به نسل های بعدی. یعنی بچه ای که بچه من هست، در خانه من بزرگ میشه، نخستین واژگان رو از من یاد میگیره، وقتی که میبینه کار خطا رو من بهش میگم شیطنت و پرسیدن و کنجکاوی رو میگم شیطنت، فکر میکنه که کار بدیست چون من اون رو کار بدی ارزیابی میکنم.
این شیطان رو به عنوان یک پدیده منفی در برابر الله یا قدرت مطلقه اولیگارشی فرهنگی میبینه و بعد همین رو منتقل میکنه به نسل بعد. ما بسیاری از این واژه ها داریم آقای اخوان. مثلا یک مورد رو من مثال بزنم، میگیم چقدر عجله میکنیم، مگه سر میبریم، یا انگار داره سر میبره اینقدر عجله داره. معناش این هست که در قدیم کسانی رو که میخواستن به فرمان خلیفه یا پادشاهی یا سلطانی یا چنگیزخان یا هر کسی دشمن بود و میخواستن که سر اینها رو ببرن، اینها رو شکست بدن، اون سردار و سپاهی که سر دشمن رو میبرید باید این رو با شتاب قبل از اینکه بگنده توی فاصله های راه های زیاد و گرمه های زیاد برسونه به دربار خلیفه و نشون بده که مثلا سر سردار خراسانی رو که ایشون خواسته بریده و آورده. این شتابی که این داشته اگر نمیداشت، خب این سر وقتی میرسید به سلطان به خلیفه میگندید، از بین میرفت و خلیفه نمیتونست باور کنه که این واقعا سر دشمنشه. پس حق شتاب حق اون کسی بوده که سر میبرده، یک سر بریده رو حمل میکرده. اما همین امروز من شما که با هم صحبت میکنیم، حتی شما اگر بخواید به اتوبوستونم برسید، نفر بعدی میگه سارا مگه سر میبری؟ صبر کن بابا میرسیم دیگه، عجله نکن، عجله کار شیطان است. این نشون میده که شیطان آدم بخشناسی بوده، برخلاف ما ایرانی ها که همیشه سر مجالس و برنامه ها و قراره که داریم دیگه میرسیم، او عجله داشته که سر موقع برسه. و سر بردن هم برمیگرده به یک پدیده زشت تاریخی، اما همه اینها در زبان روزمره ما هر روز تکرار میشه در هر خانواده. این خانواده در تهران باشه، در شیراز باشه، در کالیفرنیا باشه یا در آلمان، همه این ضرب المثل ها صبح تا شام تکرار میشن. و این سیستم زبانی در واقع خودش رو و فرهنگ پشتش رو که سر بریدن از ضدیت با عقلانیت و پرسش است و ضدیت با وقت شناسی است، منتقل میکنه به نسل‌های بعد. و ما همیشه تعجب میکنیم، میگیم چرا ما تغییر نمیکنیم؟ ما که به لحاظ ذهنی تغییر کردیم، چرا عملا نمیتوانیم تغییر کنیم؟ ما پذیرفته ایم که باید سر موقع برویم به سالن کنسرت یا یک شب شعر یا قراری که داریم، ولی چرا عملا اتفاق عمل نمیفته؟ همین علتش این است که این ویروس و ویروس های فرهنگی در ما جانشین شدن و عمل میکنن و ما باید اینا رو بشناسیم و معالجه کنیم خودمون رو. بفرمایید. عرض خدمتتون که مانی جان، در مسائلی که مثالش هم زدی و همینطور در وهله اول فعالیت رو و شناسایی اولیگارشی یا حکومت نسل به نسل فرهنگی رو مثالی که زدیم، مثال سیاسی بود که ما سیاست‌های زمانی و یا مذهبی بودش که همون مذاهب رو همون مسائل رو ادامه میدیم و هیچ وقت به پیشرفت جامعه و زمان نگاه نمی‌کنیم. این رو فهمیدم. اما به عنوان یک شاگرد، به عنوان یک شخصیت، شخصی که زیر دست یک استادی میشینه و درس میخونه، درسته؟ شاگرد اطلاعی از آگاهی های بالایی که استاد داره نداره و همین دلیل میشینه پیشش و درس میخونه. بنابراین هر آنچه که استاد میگه براش وحی نازله و قبول میکنه. ما چه شکلی میتونیم به عنوان شاگردان امروز اجتماع آگاهی پیدا بکنیم که آنچه را که استاد دارد میگوید و یا آنچه را که به صورت نسل به نسل، به صورت تردیشن، به صورت رسوم به ما منتقل شده، اینها اشتباه به درد امروز نمیخوره و اون رو عوض بکنیم؟ و این همون کاری است که در نوزایی ایرانی بهش به توجه داره. بگوشم. بله، ما به آقای مشکل رو برمیگرد به سیستم آموزشی. در سیستم آموزشی ما
سیستم از بالا به پایین، از معلم به شاگرد، از مرجع تقلید به مقلده، از پیر و مرشد به پیروه. حتی در زورخانه هم که اگر شما تشریف برده باشید یا فیلماشو دیده باشید همین حالت اولیگارشی است. این سیستم باید عوض بشه. ما در کلاس های آموزش یا دانشگاه یا مدارس اروپایی میبینیم که معلم با شاگردانش دوسته. بگونه نیست که معلم یک مقام برتر برای یک سکوی بالاتری بنشینه و بعد با شاگرداش صحبت کنه. تقریبا حالت میزه گرد داره و معلم یا آموزگار یکی از اونهاست، منتها دانش بیشتری داره، دانشش رو در اختیار اونها میگذاره. ما حالا البته اینا مسائل بعدی است، مسئله اصلی شناختن این دشواری است. ما این دشواری رو اگر بشناسیم و شاعران ما، نویسندگان ما، پژوهشگران ما، برنامه سازان ما همچون شما بیان به این مسئله رو مطرح بکنن و زمان هم البته خواهد برد تا این قضایا حل بشه و این نقد بر گذشته رو به طور خردمندانه نه به صورت حذف گذشته بله پیش ببریم، پیش ببرن، اون وقت سیستم آموزشی ما هم عوض میشه. اینطوری نخواهد بود که فرض کنید آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه می نشیند بالای یک سکوی با چند تا محافظ میکروفوناش جلوش و 500-600 نفر اون پایین می شینن، فقط هرچی که اون گفت میگن الله اکبر و تایید میکنن، چون اجازه پرسش ندارن. اونها همشون مخاشون سنگین نیست، انسان هستن، سوال میکنن، سوال دارن البته ولی مطرحش میکنن. خب اگر این ولی فقیه اجازه میداد که بیاد بشینه توی اونها و در مدرسه معلم اجازه میداد شاگرد بشینه درون شاگرداش و بگه که شما هم حق دارید، شما هم اندیشه دارید، شما هم بگید، حالا من میشنوم، اون وقت ما سیستم آموزشیمون عوض میشد و شاید میتوانستیم از این ویروس های فرهنگی و انتقالشون از نسل به نسل جلوگیری کنیم. آقای اخوان، ما یک واژه‌ای داریم، کلمه‌ای داریم که همه میشناسیم، بابا. بابا یک معناش یعنی پدر دیگه. مثلا من میگم بابام بهم عیدی داد، یک توپ قلقلی داد، یا بابام برام نامه نوشته، یا بابام بهم تلفن زد. بابام اون دو تومانی نوها رو به اون میداد ایدا. بله. ولی یه جایی هست من میگم بابا این چی کاریه داری میکنی؟ بابا ولش کن. بابا بیا بریم با هم یک غذایی بخوریم. بابا بیا بشینیم فکری بکنیم. این بابا دیگه معنای پدر نداره. پس چه معنایی داره؟ این معنای استاد داره. معنای مرشد داره. معنای رهبر داره. و شاید ما اصلا در زندگی روزمرمون توجه نداریم که این بابای دومی داره منتقل میکنه اون سیستم اولیگارشی فرهنگی رو به نسل بعدی و همواره به عنوان یک داور ایستاده و قضاوت میکنه. یعنی ما قضاوت او رو میخواهیم، میگیم بابا یکی نیست بهش بگه این چه کاری میکنی، بابا دست بردار. این بابا اون قاضی است و این قاضی اگر از بالا دستور بده و اون که پایین داره میشنوه حق دفاع نداشته باشه از خودش، در واقع این بابا همون بعدا میشه ولی فقیه، بعدا میشه یک سلطان مثل سلطان محمود یا سلاطین دوره قاجار و در همه عرصه‌های اجتماعی حضور پیدا میکنه. در نوزایی فرهنگی، در رنسانس ایرانی، ما اگر فقط بخوایم به مسائل سیاسی توجه بکنیم ممکنه تأثیر زودگذر و سریعی داشته باشه، اما پایا و همیشگی نیست. ما باید بنیادین ترین مسائل فرهنگی، سیاسی، دینی، اجتماعی، قبیله‌ای، ایلی رو در ایران بررسی کنیم. در این رنسانس زمینه های تغییر کلان فرهنگی رو فراهم کنیم و آنگاه اگر یک حکومت معقولی که از شکم چنین اندیشه های بالا میاد
در جامعه قدرت عمل داشته باشه و خودش رو بخشی از جامعه بدونه، میتواند تغییر سیاسی هم ایجاد کند. در غیر این صورت بدون تغییرات اساسی و پایه‌ای در فرهنگ و اندیشه و زبان و دین و سیستم‌های اولیگارشیک ما نمیتونیم تغییر ایجاد بکنیم. حکومت‌ها رو عوض می‌کنیم ولی چیزی عوض نمیشه. شما از صدر اسلام تا به اکنون نگاه کنید ببینید چقدر حکومت عوض شده، ولی هیچگاه مردم ایران مگر در یک مقاطع خیلی خیلی کوتاهی که اونم توطئه داخلی و خارجی نذاشتن کارشون موفق بشه، همواره مردم از حکومت‌هاشون جدا بودن. حکومت‌ها به دنبال کار خودشون بودن، چاپیدن، سرکوب کردن معترضان و سرکوب کردن مردم، باج گرفتن، مالیات گرفتن و هر چیز دیگری، و مردم هم فرمانبر بودن، کسانی بودن که فقط باید تبعیت میکردن. ما در این زمینه هم اشعار بسیاری داریم، حتی من یک بیت از سعدی رو یادداشت کردم در این زمینه، میگه تو آنگه شوی پیش مردم عزیز که مرخیشتن را نگیری به چیز. یعنی تو خودت رو باید ناچیز و هیچ بشماری تا پیش مردم عزیز بشی. این دقیقا ضدیت با فردیت گرایی، ضدیت با اندیویدوالیسم، ضدیت با شخصیت و هویت انسانی است. ولی خب سعدی این رو گفته، متناسب با زمان خودش هم گفته، این رو هم به ارث برده و دیگه کارش هم نمیتونسته بکنه و متاسفانه از طریق همین اشعار و ابیات و بسیاری از کانال‌های دیگه و تریبون‌های دیگه این اندیشه ها در ما رسوخ پیدا کرده و ما رو تبدیل کرده به پذیرنده، پذیرا و در واقع گوش به فرمان. یه مقداری هم فکر نمی کنید که علت این حالت تعارف یا احترام گذاشتن بیش از حدیه که جامعه نسبت به دیگران و مخصوصا بزرگترها داره؟ یکی از چیزایی رو که من احساس میکنم و اخیرا خیلی خیلی زیاد میبینم و حتی با خود من چندین بار صحبت شد و من باشون مبارزه کردم و گفتم آقا این اصلا درست نیستش، که تا به هم میرسیم تا یه کسی رو میبینیم بهش میگیم استاد. استاد یک واژه بسیار سنگین و متعلق به کسیه که بحرالعلوم باشه، همه مسائل رو بدونه. اما منی که مثلا فرض میکنیم یک گوینده تلویزیون هستم یا یک فیلمساز هستم، درسته که سال هاست این کار رو دارم میکنم ولی من به مقام استادی نرسیدم. اصلا استاد چرا اینقدر به همدیگه میگیم استاد؟ چرا یک چیزایی رو که مفهوم نداره به همدیگه عرضه میکنیم؟ بله آقای اخوان، نخست تکرار کنم که من واقعا نظرم حذف گذشته نیست، بلکه نقد گذشته است. نقد دیالکتیکی گذشته است. ما نمیخوایم ریشه های خودمون رو بزنیم، ما میخوایم خودمون رو اصلاح کنیم. درست. مثل یک درختی که اشکالاتی داره یا ریشهش رفته روی سنگ یا رفته در یک خاک نابسامان و میخوایم این رو تصحیح کنیم و میوه بهتری بده. و این کار رو باید بالاخره باز استادها بکنن، باز بحرالعلوم ها بکنن، کسانی که ادعاشو دارن بکنن، نه اینکه اونها آدم رو به خرافات بیشتر نزدیک بکنن. درود بر شما. ببینید واژه استاد یک معنای مجازی داره، همین که شما اشاره کردید که ما راه میریم مثلا به هر کسی میگیم استاد، ولی یک معنای واقعی هم داره. مثلا در یک کفش دوزی، کسی که کفش دوز حرفه‌ای هست و چند تا شاگرد تازه اومدن زیر دست او دارن یاد میگیرن و کار میکنن، طبیعی است که او استاد اونهاست. اون استاد یا استاد؟ آخه استاد با استاد فرق میکنه. استاد در واقع کلمه کوچکتر شده و عامیانه همون استاده. ما در نجاری هم شاگرد نجار به نجار میگه استاد، در دانشگاه هم یک دانشجو به استادش میگه استاد. هر یک از اینا در کاری که میکنن استاد هستن، اما چقدر اون یک مسئله دیگری است. بنابراین
من اگر فرض کنید به یک کفاش برسم، ولی در کجا برسم؟ در تلویزیون اندیشه که ایشون مثلا کنار من نشسته داریم با هم صحبت میکنیم، من بهش بگم استاد، اگر نگویم استاد نجار یا استاد بنا یا کفش دوز، خب این خلط مبحثه. ولی در استاد بودن او در کار که میکنه کار خودش تردیدی نیست، او استاده. منتها شما اشارتون به راهنمایان اجتماعی است. بله. کسانی که از این زاویه بهشون میگن استاد، اینها هم باز یک دست نیستن. یکی ممکنه تخصصش در امر روانشناسی باشه، یکی در امر زبانشناسی باشه، یکی در امر لباس پوشیدن باشه. همه اینا تجاربی رو که آموختن ارزشمند، باید به نسل بعد منتقل کنن و نسل بعد هم باید این را گسترش بده، تصحیح کنه، بهتر بکنه، بهتر اما بکنه. خب اگر کسی از منی که شاعرم و کارم بیشتر با زبان و شعر و ادبیات بیاد و بخواد که من به عنوان استاد امر سیاست یا روانشناختی یا جامعه شناختی صحبت کنم، نخست اینکه خودم نباید بپذیرم، بعد اینکه تقاضای او اصلا بیجاست، و بعد شنونده و بیننده رو به توهم میندازه و در نهایت هم این واژه استاد رو بی‌اعتبار میکنه. درست میفهمید. به همین خاطر من وقتی میگم اولیگارشی فرهنگی رو باید از هم پاشید و سعی کنیم که بالا و پایین، همونطور که معتقدیم به عنوان انسان‌های شهروند دارای رأی برابر و حقوق برابر شهروندی هستند، باید دارای حق سخن و اظهار نظر برابر هم باشند. اینطوری نباشد که یک فرماندهی مثل ارتش که میگن ارتش چرا ندارد، فرمانشو بده و سرباز بدون چون و چرا بخواد اجراش کنه، یا مثلا یک ولی فقیه بیاد حکم حکومتی بده و بقیه تعظیم بکنن بگن صحیح است. نه اینجا اون بقیه هم حتی از دلشون نمیگن صحیح است، تو دلشون نقد دارن، ولی فشار اجتماعی این اولیگارشی فرهنگی، این فرمان فرمایی فرهنگی، او رو هم وادار به سکوت میکنه و سکوت او باعث میشه که اون فرمانده هر کاری که دلش میخواد بکنه و تک فرمانده بشه و همون بشه که ما در واقع تا به اکنون داشتیم. ولی گویا شما میخواید پرسش ببین، من میخوام در تکمیل فرمایش شما بگم که من شاگرد، استاد وقتی که هرچی رو گفت، تمام آنچه را که به من داشت داد، من در اونجا باید خودم فکر بکنم که بعد از این من کجا میتونم برم، نه اینکه استاد به من بگه یا فرمان بده که آنچه را که من گفتم کامله و تو در همین جا باید توقف بکنی. متاسفانه در جامعه ما، در امور مذهبی و در امور سیاسی اینطور شده که متقدمین جامعه رو در یک جان نگه داشتن و این وظیفه جامعه است که به خودش این اجازه رو بده که فکر بکنه، نوآوری بکنه، و مخصوصا امروز که در جهان امکانات ارتباطات جمعی به این سادگی و آسانی در اختیار ما هستش، ازش استفاده بکنه. کما اینکه اگر ما نگاه بکنیم به رنسانس اروپا، رنسانس اروپا 400 سال طول کشید تا به شکوفایی رسید و جامعه اروپا فهمید که باید چگونه از این امکانات استفاده بکنه، و اون هم اگر باز بهش نگاه بکنیم میبینیم که شیرازه و آغازش از هنر بود، هنرها بودند که سرانجام به رنسانس اروپا رسیدن، و این اون چیزی است که ما در ایران و در هر جامعه ای که بخواد پیشرفت بکنه باید بهش توجه بکنیم، و مخصوصا اینکه با توجه به امکانات ارتباطات جمعی که ما داریم، امروز دیگه احتیاج نیست که 400 سال زمان صرف بشه تا یک نوزایی فرهنگی به وجود بیاد. یک نوزایی فرهنگی در ظرف 5 سال تا 10 سال میتونه به وجود بیاد، درسته؟ بله، البته 5 سال و 10 سال
برای جوامع همچون ما زمان کمی است، برای همه جوامع کمه. اگر به طور سیستماتیک و همه جانبه روشنگرانه بدون تولید نفرت و چندگانگی پیش بره، خب ثمر میده. نوزایی فرهنگی به نظر من زمانی ثمر خواهد داد که از دوران مهد کودک، دوران کودکی، بعد دبستان، در خانواده، در دبیرستان، در دانشگاه، در جامعه و در رسانه ها، در روزنامه ها به عنوان یک پدیده فرهنگی پیش بره. یعنی یک نظامی باید بر سر کار باشه که اجازه بده تحول فرهنگی، نقد گذشته و چشم داشته به آینده در همه عرصه ها مطرح بشه، تا افکار اجتماعی و نسل های گوناگونی که دارن آموزش میبینن در مدارس، در دانشگاه یا کار میکنن، اینها از این طریق بتونن حضور عقلی، علمی و فنی پیدا بکنن در مدیریت جامعه. ما اگر مدیریت جامعه رو محدود بکنیم به نخبگان، معناش این هست که نخبگان رهبرند، بقیه پیروند، و ما به این بقیه در زمان گرفتن مالیات احتیاج داریم و سرباز و جنگ و چیزای از این قبیل احتیاج داریم و موقع رأی دادن. در حالی که ما در یک حکومت یا در یک نظام بسامان ایرانی یا جهانی، وقتی میگوییم انسان ها از 18 سالگی عملا وارد جریان اجتماعی میشن و حق رأی دادن دارن، حق رأی گیری دارن، به همه اگر اجازه بدیم که حضور فکری، اجتماعی و فرهنگی داشته باشن، اون تحول سریعتر صورت میگیره. در حال حاضر البته چون رسانه های ما، مدارس ما، دانشگاه های ما، سیستم ما در ایران تحت کنترل یک گروه نخبه دینی است، بقیه مردم اندیشه دارن، اندیشهشون هم خیلی از اونا جلوتره، ولی اجازه حضور اجتماعی و طرح اندیشه هاشون رو ندارن. رسانه های موجود در ایران خب رسانه های یک سویه و سانسور شده هستن، و در چنین جایی است که ارزش این رسانه های کم سرمایه اما ارزشمندی مانند تلویزیون اندیشه و خیلی رسانه های دیگه برجسته میشه. یعنی شما در واقع باید جای اون رسانه های اونها رو پر کنید، با اونها رو رقابت کنید، نه در عرصه نشون دادن فیلم یا درست کردن سریال، پولش ندارید، فقط در طرح اندیشه، تا اون شنوندگان شما در ایران بشنوند و بیاندیشند و اونها هستند که خودشون تغییر دهنده جامعه خودشون هستند. آقای مانی درست میفرمایید، ولی نوزایی رو من فکر میکنم، ببخشید من رسمم نیستش که در برنامه‌ای که هستم، چون خودم رو نماینده تماشاگرم میدونم و سوالایی رو که مطرح میکنم سوالات تماشاگر من هست، من واسطه هستم و چالش نمیکشم و بحث نمیکنم، ولی در برنامه نوزایی اجازه میخوام که گاهی وقتا نظر خودم رو هم بگم. من فکر میکنم نوزای ایرانی از جامعه و از آحاد افراد جامعه باید نشأت بگیره. چگونه؟ ببینید جامعه ما وقتی که به این فشار فرهنگی مذهبی رسید، در مورد موسیقی و در مورد هنر افراد به زیر زمین نرفتن، ولی به صورت فردی شروع کردند به کار کردن، و این به صورت فردی کار کردن این شده که الان نقاشان ما، مجسمه سازان ما درجه یک هستند، موسیقیدانهای ما، نوزایی فرهنگی رو ما در بطن موسیقی ایرانی میبینیم. خب این رو موافق نیستید باهاش؟ چرا؟ ببینید جامعه ایران یک جامعه مرده نیست، اتفاقا یکی از زنده ترین جوامع آسیاست،
ولی این زندگی در بد و زیر پوشش و در سطح پایین جامعه جاری است و دیده نمیشه، چون رژیم اجازه نمیده دیده شود. نمونش هم همین مرگ یک آخوند بود و پس از دو هفته سه هفته مرگ یک خواننده جوان و واکنشی که مردم به این دو مرگ نشون دادن. این نشون میده که جامعه ایران یک جامعه زنده است، بیداره. حکومتش مرده است به لحاظ فکری، به انتها رسیده، به بنبست رسیده. خب و من فکر میکنم که یعنی این جامعه هیچ وقت مرده هم نبوده، همواره یک نیروهای پویایی در درونش بودن، اما امروز خوشبختانه به علت ارتباط غیرقانونی این جامعه به ویژه نسل جوان با اینترنت و دنیای بیرون از حکومت جمهوری اسلامی، سرعت تحول و تکانهای اجتماعی درش خیلی بالا گرفته. و شما ببینید مثلا زنان ایران که یک روز فقط تبعیت میکردن، آشپزی میکردن، مادران خوبی باید میشدن، همسران خوبی برای اتاقها و آقایون باید میبودن، امروز در موقعیتی قرار گرفتن که رهبری فرهنگی و اجتماعی ایران رو تا یک حد زیادی به دست گرفتن و همسران اینا به شوهران اینا دیگه میگن زن ذلیل. یک روزگاری بود زنها ذلیل بودن، حالا مردها ذلیل شدن. البته من دوست دارم که هر دو برابر باشن و همه مثل هم کار کنن، چون زن و مرد عاد اجتماعی هم فرق نمی کنه که. بنابراین شما کاملا درست میگید، نوزایی اجتماعی باید متکی باشه بر بدنه جامعه. این بدنه وجود داره، استعدادش رو داره، توان و امکاناتش رو هم داره و ای بسا بسیارانی در میان اون جماعتی که فرصت و امکان حرف زدن ندارن هستن که از کسانی مثل من بسیار بهتر و دقیقتر و امروزیتر میاندیشن. امیدواریم اونها فرصتش رو پیدا بکنن بیان و جامعه ایران رو تغییر بدن. آقای مانی، در پیرو فرمایشات شما، در تایید فرمایشات شما در مورد جامعه، وقتی که مثال زدید که وقتی که یک معمم فوت شده بود برداشت جامعه چه بود و وقتی که یک جوان خواننده فوت شد نمایش جامعه چه بود، درست همون چیزی است که نشون میده که جامعه چگونه فکر میکنه. ما در دراما وقتی که میخوایم یه آدم عصبانی رو نشون بدیم، حتما نباید که این آدم داد بزنه. این آدم ممکنه که یه سکه رو بندازه بالا، چگونه میگیره، یا یک کلید برق رو چجوری میزنه بالا قطع میکنه. این نشون میده که این انسان عصبانیه. ما به جامعهمون که نگاه میکنیم میبینیم این جامعه در نمایش ساده رفتن دنبال یک تشییع جنازه یا یک مراسم مذهبی، فوت یک نفر، مثل آنچه که در مورد سیمین بهبانی دیدیم، وقتی که سیمین بانی رو میبردن دفن بکنن، یه آخوندی هی میگفت میخواست مسائل شعارهای دینی بده، ولی جامعه ای ایران ای مرز پرگوهر رو میخوند. و در اینجا هم ما دیدیم که برای این جوان این کاری کردن. جناب عسکری، ما بیشتر از 3 دقیقه وقت نداریم. اگر مسئله‌ای هستش که من سوال نکردم و شما دلتون میخواد عنوان بکنید، خواهش میکنم بفرمایید. بذارید من شاعرم و یه شعر کوتاه براتون بخونم. خواهش میکنم اگه بتونه در این 3 دقیقه تموم بشه خیلی ممنون میشه. مژده میدهم، مژده میدهم ایزد بانوی زمین، تنفوش پیشکشی اهریمن را از پیکر برون افکند، سپیده خوشبو بر تن کند، آنگاه زیبایان از دهان تاریکی برون تابند، دانایان از غارهای دیوان برآیند. این برگ که رنگ آبان ماه دارد رنگ فروردین گیرد، این سیب دهان تو را ببوید،
این واژه از سنگ سر زند، چون خردمندی خندان بر دندانهای تو بدرخشد. پرده تاریک این زاد و بوم بر باد رود، آوای کیهان بر شانه موجاب ها به سوی شما آید. کف دستانتان بوی نوازش گیرد، شهریار روشنایی میزبان شما گردد. مژده میدهم بر بالش آهنگ های خوشبو سنهی، نورهای رهایی یافته در شهرها روان شوند. برادی خورشید بر دستانتان نشیند، کشتی ما از روشنایی شما پر شود. کفش های کهکشانی خود را باز یابید. سپه چون زیباترین اندیشه در برابرتان برهنه گردد. افعی خرافه از رگهای شما بیرون خزد، سر شما با خرد آکنده گردد. نور گلوی شما را از سوی سیاه بپیراید، دوال پای دروغ از شانهاتان فرو افتد. چشمانتان از جان سپردن آدمی بر دارها خوشنود نگردد. از گورها روی برتابید، به زندگی چهره بسایید. به زندگی باران از خنده های شما رخشان شود، برف اندوهتان را بپوشاند. آنگاه سرودهای شما نیایشگاه من گردد، سرودهای من نیایش سوی شما شود. مرسی آقای. و این همه پاره پوره های خیال باشد اگر برایش نروییم، نکوشیم و نشکوفیم. براو، متشکرم جناب مانی، شعر بسیار خوبی بود. کاش که من میدونستم و زودتر زمان رو به شما میدادم. از اتاق فرمان به من میگن که وقتم تموم شده. خیلی ممنونم از شما که این موقع شب رو شما در آلمان در اختیار ما گذاشتید و با شما بودم. لطفتون زیاد. منم از شما سپاسگزارم و بدرود تا درودی دیگر.